این فیلم دغدغه و حرف مهمی برای گفتن داره. در واقع میخواد برش مهمی از تاریخ رو برای ما روایت کنه. سلام رفقا، به چنل تاپ موویز خوش اومدید. امروز میخوام یک فیلم مهم و چالش برانگیزی رو براتون معرفی کنم که این روزا توی سینما ها اکران شده و مطمئنا خوشتون میاد از این ویدیو اگر تا آخر ببینید، چون که آخر ویدیو سه تا نکته مهم میخوام بهتون بگم. حتما با من باشید. قبل از شروع ویدیو و معرفی این فیلم، لایک و کامنت سابسکرایب رایتتون ندارید. سلما که همسرش به عبدالرحمن رو برای یاری امام حسین علیه السلام راهی کربلا کرده بود، متوجه میشه همسرش به دلیل علاقه‌ای که به او داشته امام رو در روز عاشورا تنها گذاشته. از طرفی وقتی که حضرت زینب و اسرای کربلا شهر به شهر از کوفه به سمت شام میرفتن، اون خودش رو به اهل بیت امام حسین رسونده و با خبر میشه که شم سربازاش رو جلوتر از کاروان به شهرهای پیش رو میفرستاده تا مردم رو فریب بدن، تا با ورود کاروان اسرا جشن بگیرن و به اسرای کاروان اهانت بکنن. حالا سلما تصمیم میگیره خودش رو زودتر از کاروان اسرا به شهرها برسونه تا مردم رو آگاه کنه و نذاره به کاروان اهل بیت توهین بشه. اما در همین حیل عبدالرحمن که طاقت دوری از همسرش رو نداره، خودش رو به سلما میرسونه و با همراهی اون در مسیر اتفاقات چالش برانگیزی براشون میفته. مطمئنا تا اینجا متوجه شدید که فیلم شور عاشقی که ساخته داریوش یاری هستش، تلاش کرده تا بخشی از تاریخ کاروان اسرای کربلا رو به نمایش بکشه. حالا چند تا نکته‌ای که قرار شد بهتون بگم این بودش که نکته اول اینه که شور عاشقی سومین ساختگی سینمای داریوش یاری هستش که پیش از این هم مستند جالب و تاریخی کربلا، جغرافیای تاریخ رو درباره واقعی عاشورا ساخته بوده. دومین نکته، عمده تصویربرداری این فیلم در یکی از مناطق کویری خور و بیابانک در واقع انجام شده. و سومین نکته و آخرین نکته اینه که این فیلم در هیچ دکوری فیلم برداری نشده و برای فیلم برداری کار به دل کویر رفتن. بازیگرای مطرحی توی این فیلم بازی کردن از جمله شوره موسوی، پیام احمدی نیا، نادر فلا، علی استادی، بهزاد دورانی و دیگر بازیگرای مطرح. خب اینم از معرفی فیلم شور عاشقی. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومده لایک کنید، سابسکرایب کنید و کامنت کنید. تا درودی دیگر، بدرود.